سلام به همه رفقای خوب خودم در چنل تو به سخنگو. حالتون چطوره بچه ها؟ خیلی خوشحالیم که در یک کلیپ دیگه کنار شما از دلمون هستیم. فیلمون این دفعه اختصاص دادیم به خبرهای داخلیمون که فقط هم مربوط به پرسپولیس و استقلاله. بس زیاد مطلبتون نکنیم، بریم سراغ خبرمون. لطفا قبل از اینکه بریم سراغ خبرمون لطفا لکاشنگر بپوید، کامنتاتون فراموش نشه و تشکر آخرمون همیشگیه. ممنون که ما دوستان عزیز خودتون معرفی می‌کنید، باعث پیشرفت ما هستیم. صحبت اولی که داریم از استقلال شروع کنیم که قرار بود سعید آذری، واقعا آقای آذری مدیر قابلی و قرار بود برای استقلال بیاد، اما صحبتی که سعید آذری کرده منبال این موضوعه، گفته چون اهل کثافت کاری نیستم استقلال رو به من نمیدن. من نه هرگز وزارت ورزش هستم، نه گزینه وزارت اقتصاد دارم، من گزینه هواداران استقلال هستم. برای خودم نوشه باز نمیکنم و این حقیقتی که در فضای هواداری استقلال دیده میشه. به خاطر درخواست ایده از دوستان رسانه استقلال و هواداران تیم در اون لایو اعلام کردم دوستان مدیرم استقلالشم، چون حس میکنم توان انجام این کار رو دارم ولی اونها منو انتخاب نمی کنم. من اهل کثافت کاری و لابی نیستم، آقایان دنبال رانت بودن. فقط وضعیت استقلال یک دهه اخیر رو ببینید، متوجه خیلی چیزا میشید. کسانی که به هر قیمتی به دنبال مدیر عاملی هستن با رانت و زد و بند خودشون به باشگاه نزدیک میکنن. میخوام استقلال رو هدایت کنم، این توانایی رو در حال حاضر دارم و نمیخوام وعده‌های الکی رو پوچ بدم. به عنوان یک حرفه‌ای استقلال فرصت بسیار خوبی برای منه و دوست دارم هم من و هم استقلال پیشرفت کنه. استقلال رو از این وضعیت نجات میدم چون توانایش رو دارم. من به عنوان طرفدار پرسپولیس دارم میگم تو این 10 سال شما هر کی رو دوست داشتین انتخاب کردین، وضعیت استقلال این شد. یه بارم بذارید آقای آذری وایسه، شاید بتونه استقلال از این بحران در بیاره. چرا اینقدر دنبال رانت و خیره بازی هستین؟ واقعا متوجه نمیشم. فوتبال من بوده تا همین بوده، واقعا اصلا نمیشه راجبش صحبت کرد دیگه. بالاخره ساپینتو هم رفت، این که دیگه تکلیفش معلوم بود، اما حسن روشن گفته اگر ساپینتو به دنبال دعوا و درگیری نبود قهرمان می‌شدیم. اگر ساپینتو در همون بازی‌ها به جای اینکه دنبال دعوا و درگیری بود حواسش به زمین و تیمش بود، این همه امتیاز از دست نمی‌دادیم، بدون استرس قهرمان می‌شدیم. که واقعا نکته بود که من تا عموم وسطای فصلم می‌گفتم که ساپینتو خودش ضعفیه برای استقلال. چه کسی به ساپینتو این حق و جرأت رو داد که به مربیان ایرانی توهین کنه؟ چرا فکر میکنه مربیان خارجی که به ایران میان سواد و دانش بالاتر از مربیان ایرانی دارن؟ این تفکرات از کجا نشأت گرفته و چه چیزی پشت سر اونهاست؟ من آقای روشن رو ببینم خدا شاهده دست شما چی میکنم، یعنی هر چی تو دل من بوده گفته. بست خودش بی ادبی به هوادارا کرد، به مربیا کرد، درگیری یه کمیته اخلاقی یه حرف این آدم نزد. آدم اینو کجای دلش بذاره؟ یکی خارج بیاد هر چی دوست داره بگه، آخر فصلم هیچ نتیجه واسه اون تیم نداشته باشه، خدافظ. حالا بریم ببینیم پول قراردادش رو دادن یا ندادن. اینا حالا گندش چند وقتی که در میاد و تکلیفش معلوم میشه که پول بهش دادن یا ندادن. واقعا اعصاب آدم به هم میرزه. بریم سراغ خبر بعدیمون هم که محبی هم در آستانه عقد قرارداد با العین. سایت خبری اسپورت 360 امار مدیران باشگاه العین به دنبال جذب محمد محبی از تماسگان استقلال که فصل گذشته به صورت قرضی از پرتغال به این تیم ملحق شده بود، در آستانه عقد قرارداد با العین تا فصل آینده کنار ادلی به میدون بره. حالا ببینیم اتفاق برای محبی هم میفته یا نه. اما حالا بریم سراغ خبرهای پرسپولیس. جرسن میگه من چند فصل خوب در ایران داشتم و اینجا راحت هستم و پرسپولیس رو هم دوست دارم، ولی خب شرایط به گونه‌ای شده که کار رو مشکل کرده. اگه قرار باشه تقریبا اون چه گفته میشه قرارداد ریالی و به پول ایران با ما بسته بشه، مشکل جدی ایجاد می‌کنه و در اون صورت نمیدونم چه تصمیمی خواهم گرفت. فعلا باید ببینیم چه میشه، ولی این رو بگم که پرسپولیس ایران رو دوست دارم. اگر قرار باشه دیگه ما هم پیشرفت کنه، واقعا قرارداد باید بره سمت دلاری یا یوری. آقا ما خرجی که داریم تو مملکت هم میکنیم دلاریه، بعد قراردادی که با بازیکن خارجی داریم میبندیم ریالیه. واقعا این مملکت اصلا خیلی شیر تو شیر شده، ما نمیفهمیم یعنی چی. هر چی میگیم این چرا اینطوری شد اون چرا شد، میگن دلار رفت بالا، بعد قراردادی که با بازیکن خارجی داریم میبندن ریالیه. این چه موضوعی؟ الان کیسم اومدن رفته انس قرارداد بسته، خب با یورو بسته، رفته با ریال عربستان ببنده. در آخر من از شما از دن دل تشکر میکنم که در کنار ما بودید. ببخشید من یه مقدار با عصبانی دارم میگم، واقعا خبر ایران انقدر عصبانی میکنه آدمو که انرژی آدم تا آخر کلیپ
گرفته میشه. اما ممنون میشم کامنتاتون برامون بذارین و من به نوبه خودم به همه استقلالی ها تبریک میگم که صاف اینطور رفت. امیدوارم که یه مربی لایق‌تر و بهتر واسه تیم پیدا بشه تا بتونیم یه دیگه جذابتری کنار هم دیگه داشته باشیم. دمتون گرم فعلا.